60 سال پیش صنایع هوایی بل در آمریکا مصمم بود تا موتور جت را به وسیله شخصی برای پرواز تبدیل کند. حتی شروع به ساخت دستگاه‌هایی مانند راکت بلت هم کرد که فرد با پوشیدن آن به آسمان می‌رفت. ولی به دلایل مختلف این ایده مورد توجه قرار نگرفت. اما حالا کم کم به نظر می‌رسد شاهد آدم‌های پرنده بیشتری در آسمان باشیم. زمان حالی که در آن زندگی می‌کنیم، آینده گذشتگان است که تخیلات و آرزوهای بزرگی برای آینده در سر داشتند. پرواز آدم‌ها در آسمان از رویاهایی بود که صنایع هوایی بل در آمریکا تلاش کرد تا پیش از ورود به قرن 21 آن را به واقعیت تبدیل کند. در 1957، یک دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، نیروی زمینی ارتش آمریکا به دنبال راه‌های تازه بود تا به پیشروی سربازان سرعت ببخشد. صنایع بل که در نوآوری و ساخت چنین تجهیزاتی پیشرو بود، چندین وسیله کانسپت برای این منظور طراحی کرد. در میان آنها وسیله کوچکی به نام جت بلت به چشم می‌خورد که برای استفاده انفرادی طراحی شده بود و سرباز مجهز به آن قادر بود به طور عمودی از زمین برخاسته و به همان صورت فرود بیاید. اما به رغم کاربردهای متنوع، دلایلی چون برد عملیاتی محدود باعث شد تا این ایده خیلی مورد توجه قرار نگیرد و توسعه آن متوقف گردد. کوله‌ای با وزن بیش از 45 کیلوگرم می توانست سرباز را کمتر از 300 متر جابجا کند و سوخت آن هم بیشتر از 30 ثانیه دوام نمی آورد. امروزه در قرن 21 لباس‌های مجهز به موتور جت که آدم‌ها را پرنده می کنند سال هاست که یکی پس از دیگری به نمایش در می آیند. جت پک هایی که به لطف دانش پیشرفته بسیاری از مشکلات گذشته را ندارند و کم کم آماده می شوند تا به وسایلی کاربردی در زندگی بشر تبدیل شوند. نیروی دریایی سلطنتی در بریتانیا نه تنها استفاده نظامی از جت پک را بررسی کرده، حالا با برگزاری مانوری آزمایشی یک گام دیگر هم آن را به مرحله عملیاتی نزدیک کرده. صنایع گراویتی شرکتی بریتانیایی است که به تازگی با انتشار ویدیویی از آزمایش جت سوت ویژه این شرکت توسط نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا خبر داد. این جت سوت به منظور استفاده نیروهای نظامی طراحی شده و سربازان با بتن کردن آن تبدیل به سربازهای پرنده می شوند. در ویدئوی منتشر شده، قایق‌های تندروی نظامی در تعقیب هدفی فرضی هستند. سه تن از نیروهای نظامی داخل قایق با پوشیدن لباس جت گراویتی عملیات نمایشی پرواز در دریا و فرود در عرشه کشتی را انجام می‌دهند. پرواز عمودی از فضای نسبتاً کوچک قایق نظامی و فرود در کشتی که هدف فرضی برای توقیف است. گراویتی میگوید این تمرین نظامی در دریا برای آزمایش توانایی‌های لباس جت این شرکت بسیار موفق بوده. تونی رادکین دریادار ارشد در نیروی دریایی سلطنتی از این تکنولوژی تازه هوابرد به عنوان تغییر دهنده معادله نام می‌برد. لباس جت مذکور که طبق گزارش‌ها توان تولید 1050 اسب بخار نیرو دارد، می‌تواند به راحتی نیروهای نظامی ماهر را در شرایط حساس عملیاتی در حالت عمودی به آسمان ببرد تا از طریق پرواز به هدف مورد نظر برسند. نیروی دریایی در تابستان گذشته نیز این تکنولوژی را برای خدمات در واحدهای امداد دریایی آزمایش کرده بود و حالا کماندوهای نیروی دریایی نیز آزمایش لباس جت را با موفقیت به انجام رساندند. این کماندوهای پرنده می توانند با پوشیدن لباس جت گراویتی با سرعت 80 مایل در ساعت معادل 128 کیلومتر در ساعت در آسمان پرواز کنند. سقف ارتفاع پروازی آنها نیز 12000 پا معادل 3.6 کیلومتر است. لباس جت صنایع گراویتی از موتورهای مینی جت برای تولید نیروی پرواز استفاده می کند.
این لباس در نسخه نظامی که اخیراً به نمایش درآمده تفاوت‌های ظاهری در عایق بندی بدنه با نسخه‌های عادی این لباس که برای کاربردهای عمومی ساخته شده است دارد. به ویژه آنکه به نظر می‌رسد موتورهای مینی جتی که به دست کماندو متصل می‌شوند امکان جداسازی سریع و اتصال سریع به بدنه را دارند تا به این وسیله نیروی نظامی قادر به آزاد کردن سریع دست‌های خود باشد.